آون گاردن انتخاب کردیم برای اینکه اینجا معمولا روزهای تعطیل از گروه‌های مختلف هنری میان و کارهای هنری انجام میدن. در واقع این گروهی که کارهای هنری رو انجام میدیم سعی میکنیم هر دفعه برای هر مناسبت با یه ایده جدید بیایم و کارهای جدید انجام بدیم. الان هم برای 22 بهمن ما یه کار جدیدی رو تهیه کردیم. برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبانه. هم نشون بدیم به مردمی که اینجا زندگی میکنن، میخواستیم بهشون نشون بدیم که جمهوری اسلامی چجوری روی کار اومده، چجوری فرهنگ و سنت ایران و ایرانی رو زیر پا گذاشته با این حالا یکی میگه دین، یکی میگه نمیدونم فرهنگی که آوردن. به هر حال این فرهنگ ایران نیست، فرهنگ ما از شاهنامه اومده و خیلی جالبه وقتی که میبینیم به عکس العملایی که دارن و میپرسن این جریان چیه. اولین گروهی که مورد شکنجه و ستم از جمهوری اسلامی قرار گرفتن خانوما هستن. ما میخوایم نشون بدیم که ما این همه لباسهای سنتی زیبا داریم و زیر این چادر سیاه به خاطر این فشاری که بهمون آوردن مجبور شدیم پنهان کنیم. ما لباسهای قشنگی داریم. ما این همه جوونامون خون دادن که بهشون بدن که ما حجاب اجباری رو قبول نداریم. ما این دولت رو کلا قبول نداریم. و چیز دیگه ای هستش اینه که ما تو این تئاتری که داریم اجرا میکنیم میخوایم نشون بدیم که چطور خامنه ای به عنوان یک ضحاک جوونای وطنمون رو دارن میکشن، دارن پرپر میکنن، دارن نسل کشی میکنن و میخوایم به جهانیان بفهمن که ما در حقیقت چطوری مورد ظلم این افراد قرار گرفتیم. در وهله اول باید بگم به عنوان یک زن چه ظلمایی به من شده، نتونستم پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم رو ببینم، همه فوت کردن و امروز دارم به عنوان یک دختر لور می جنگم و اتحاد خودم و دیسپایت و برعکس اینی که جمهوری اسلامی میخواسته اختلاف بین تمام قومیت و ملیت ایران بندازه، ما هر کدومون به نوبه در این روز به خصوص نحس 22 بهمن لباسهای مختلف قوم غیور ایران رو پوشیدیم که نشون بدیم که ما با هم متحدیم. ایران کشوری رنگارنگ است و ما می جنگیم که این رنگ رو نگه داریم و به امید پیروزی هممون با هم دست به هم میدیم و ایران رو آزاد میکنیم.